در هر گوشه ای از این جهان، چه زمستان، چه تابستون، چه پاییز، چه بهار، شروع سال جدید، کشورها و یا ملتها بر حسب علم و تحقیقاتشون و یا تاریخ و سنتشون مشخص نموده که باید با یک باور زندگی خیش را در مسیر نیازها، کارشون، تحصیلاتشون، اهدافشان در یک تصمیم بهتر، به همتی قویتر و در امیدی تازه، در کنار جشن سال تحویل، با چشماندازی نو به آینده زندگیشون را آغاز کنند. و همه انسان‌ها بلا استثناء میل به این دارند که در این سال جدید ایامی خوش و پر از موفقیت داشته باشند، به طوری که حتی بتوانند شکست‌های گذشته رو نیز جبران کنند. و در این قلمرو آدمی سوال میکنه، تحقیق میکنه، تلاش میکنه تا جواب مناسب رو به دست بیاره. نویسنده اعلام میکنه اگر هر کس فقط فکر کند که برای پیروزی به چیزی نیاز دارد، پیروز میشود. داوود پادشاه نیز به تجربه و به دانش و اون روح نبوتی که داشته، با هدایت خدا داره با مخاطبین خودش که شما عزیزان باشید، میخواد سوالی از شما بکنه تا ببینیم جواب ما چی خواهد بود در برابر این سوال. در مزمور 34 از آیه 12 الی 22 شریف رو براتون میخونم که اعلام میکنه آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ آمین؟ داره سوال میکنه، نمیدونم. آیا میخواهید از زندگی لذت ببرید؟ آیا طالب عمر طولانی هستید و میخواهید سعادتمند بشوید؟ داره سوال میکنه. کلام خداوند عزیزان امری نیست. حتی اون جایی که کلام خدا میگه خدا امر کرد، داره میگه، خدا داره میگه، اطمینان داره به آنچه داره میگه، بهترین پیشنهاد رو داره میگه، بهترین پیشنهاد. چرا که اگر خداوند بخواد امر کنه و ما این رو انجام بدیم، اونجا آزادی معنی نداره. خدا انسان رو آزاد آفرید، خدا جبری روی ما نگذاشته. کلام خداوند اعلام میکنه خدا گفت و شد، پس اگر خداوند میخواست من انجام بدم، قدرت این که من انجام بدم رو به من کاملا میداد، تفکر من و ذهن من رو پاک میکرد از نفس من، از عادت، از ضعف من، و من اون کار رو انجام میدادم. اما خدا انسان را آزاد آفریده، هیچ جبری روی انسان نداره. پس این بهترین پیشنهاد هست و داوود نیز داره سوال میکنه. کلام خدا داره از ما سوال میکنه، زور نیست، جوابشو میتونیم بدیم. جوابشو بدی، جوابی بهت میده که باعث برکتت خواهد شد. پدر سختگیری متوجه میشه فرزندش چقدر افسرده شده جدیدن، گریه میکنه، غمگین هست. میره بهش میگه پسرم ببینم چه اتفاقی برای تو افتاده که اینقدر حالت بده. میگه بابا عاشق شدم. میگه عاشق شدی؟ عاشق کی شدی؟ میگه هر کی که شما بفرمایید. انسان ها این گونه هستن که زور بگن، اما کلام خداوند هرگز به زور نمیخواد به ما چیزی رو بگه. و ادامه میده داوود پادشاه، پس از گفتار شریران داره هدایتمون، راهنماییمون میکنه برای سال آینده. پس از گفتار شریرانه و دروغ بپرهیزید. تقدیس کنیم زبان خودمون رو به دروغایی که در سال گذشته اگر گفتیم، به شبه دروغایی که گفتیم، به شرارتی که از زبانمون آمده تقدیس کنیم. یک مثال روسی میگه در مرداب دروغ چیزی جز ماهی های مرده شناور نیست. دروغ بیعتمادی رو میاره بین زن و شوهرها، توی خانواده، توی جامعه، توی محل کار، توی کلیسا، توی کشور مانند ایران، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، خمینی، رئیس جمهورها دروغ گفتن، دروغ گفتن، مدیران دروغ گفتن. دروغ مصلحتی هم گفتن اشکال نداره، میشه گفت، و اعتماد از بین رفت. طوری که عذر میخوام ببخشید. حتی ایرانی ها وقتی از ایران وارد یک کشور دیگه ای میشن که دروغ را حقیقتا گناه میدانند و با دروغ کاری ندارند، وقتی به ایرانی ها میرسن عذر میخوام، همه رو نمیگم،
میگن ای مواظب باشی و با ایرانی ها کاری نداشته باشید. چرا؟ چون اعتماد از من رفته متاسفانه. اون دروغ آسیب خودشو به جامعه ما زده. ما چیزی به عنوان دروغ مصنعتی نداریم و کلام خداوند میگه از او پرهیز کن. ادامه میده از شرارت دست بردارید سال آینده، از کارهای و کارهای نیک انجام دهید، صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نمایید. چشمان خداوند بر نیکان است، چشمان خداوند بر نیکان هست، اونها که به دنبال راستی و صداقت هستن در همه جا. نه اینکه بگیم حالا من اینجا توی این دادگاه اگه دروغ بگم اقامت نمیگیرم، اگه من به این کشیش دروغ بگم منو قبول نمیکنه تعمید بده، من اونجا دروغ نگم آخه حقوقم قطع میشه. خیر، در همه جا در راستی باشیم. چشمان خداوند بر نیکان هست، پس او حافظ ما هست و گوشهای وی متوجه فریاد آنهاست توی سختی ها. سختی هاشو من میگم. خداوند مخالف مردان شریر و بدکار است و آثار و خاطر ایشان را از روی زمین محو میکند. این دو روز زندگی رو خداوند به ما داده تا بتوانیم همکاران خوب، فرزند خوب، هدفمند در زندگی مناسبی باشیم. شاعر اعلام میکنه افسوس که عمر خود تباهی کردم، صد قافله گناه راهی کردم، در دفتر ما نماند یک نکته سفید، از بس به شب و روز سیاهی کردم. داوود پادشاه اعلام میکنه وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا میکنند، خداوند دعای ایشان را مستجاب میکند و از سختی ها و مشکلات نجاتشان میدهد. پس دیگه لزومی به امامزاده ها نداریم. اگه قلبت پاک باشه، اگه تصمیم بگیری سال آینده زبانت در راستی و صداقت باشه، اعمالت در راستی باشه، از حیله و کلک بیاییم بیرون. عزیزان، شما فرزندان خدا هستید و به راحتی میتونید دعا کنید و خدا دعای تو رو اجابت خواهد کرد. از این رو هستش که متاسفانه جوامعی همچون جوامع ما در ایران که دارن کمتر میشن، به جای اینکه خدای حقیقی رو بشناسن، اماما رو بشناسن، مرده ها رو بیشتر میشناسن. خدا رو شکر که نجات در ایران آمده. و ادامه میده خداوند نزدیک شکست دلان هست و آنها را از ناامیدی نجات میده، از ترساشون، از نگرانی هاشون نجات خواهد داد. هوشیار باشیم، به عنوان فرزند خدا ترس برای ما معنا نخواهد داشت. بیشتر در این رابطه سعی میکنم صحبت کنم. و نیز رنج و زحمت شخص نیکوکار بسیار است، پس این نیستش که ما تصور کنیم همه چیز آروم هست. خیر، شخصی هم که مسیح ایمان میاره این رو بدونه که مشکلات و سختی ها با او هست، اما چون خدا با اوست مشکلات زیر پای او خواهد. بروسلی رو همه میشناسیم، میگه برای داشتن یک زندگی آسان دعا نکن، بلکه برای داشتن قدرت تحمل یک زندگی دشوار دعا کن. روی زمین سختی ها و مشکلات هست، همون گونه که در انجیل یوحنا 16:33 مسیح نیز اعلام میکنه، اما خداوند او را از همه آنها رهایی میدهد. هللویا. اگر این ایمان رو داشته باشیم، همون گونه که شادی عزیز نیز اعلام کرد، بپذیریم خداوند از او کاملا مراقبت میکند، کاملا، به طوری که حتی استخوانی از او شکسته نخواهد شد. ستون موقعیت های زندگیش شکسته نمیشه، ستون رویاها شکسته نمیشه، ستون توی موقعیت کاری شکسته نمیشه. خداوند حامی او هست. اشخاص شریر به شرارت گرفتار میشوند و کسانی که از نیکوکاران نفرت دارند به سزای کارهای خود خواهند رسید. شخصی که تصمیم گرفته فقط هدفش رو نگاه کنه و در این مسیر هدف وسیله رو توجیه میکنه، دروغ میگه، آسیب به دیگران میزنه، در اصل داره یک خودزنی میکنه و بعد دگرزنی میکنه. اول داره به خودش آسیب میرسونه. اگر سال گذشته دانسته و ندانسته این کار کردیم، تقدیس کنیم، سال آینده چنین نکنیم. اندیشمندی اعلام میکنه عمری چکش برداشتم و بر سر میخی بر روی سنگی کوبیدم. بکنید این سنگ یه میخم بوشه، یه چکش داره، این شخص میگه من کوبیدم. اکنون میفهمم که هم چکش خودم بودم،
هم میخ و هم سنگ، یعنی خودزنی میکرده. زمانی که ما در اسارت شرارت ها هستیم. بنی زدامه میگه خداوند خادمان خود را نجات میدهد. ما همکاران مسیح هستیم. آمین. ما همکاران خدا هستیم. خدا آدم و حوا را نیافرید که فقط بندگی کنن. وقتی که آفرید، خداوند به آدم گفت باغ کار باغ عدن رو تو انجام بده. او رو همکار خودش خواهد. همون گونه که همه ما همکاران خدا هستیم، چه زن و چه مرد، ما خادمین خدا هستیم. خدمت خودت رو پیدا کن توی ملکوت خدا، توی تیم بشارت، نمیدونم توی کلیسا کجا خدمت، ولی نمیتونی بگی من فرزند خدا هستم اما خادم نیستم. شما خادم هستی، خدمت تو پیدا کن، چون کلیسای مسیح نیاز به تو و خدمت و اون عطایی که خدا به تو داده نیز داره. خداوند خادمان خود را نجات میدهد و کسانی را که به او پناه میبرند میبخشد. پس کلام خداوند با تعلیم، تشویق، بخشش، امید راهی برای نجات انسان از هلاکت مهیا کرده تا جهان در باطلاق بیخردی و بی هدفی قرار نگیره. امروز در کجا هست؟ دنیای ما کجا ایستاده؟ دنیای ما در چه وضعیتی هستش؟ متاسفانه شاهد بر این هستیم. این همه دانش، این همه تکنولوژی، اما مردم چقدر گرفتارن؟ چقدر طلاق ها، چقدر خودکشی ها تو همه فرقه ها، تو همه طبقات هستش، تو همه شرایط و موقعیت ها انسان ها اون آرامش و اون امنیت رو ندارن. خیلی راحت شاهد هستیم چه اشعاری امروز به دل ما بیشتر میشینه. چه اشعاری؟ یه زمانی میگفتیم فلان خواننده غمگین میخونه، حالا شما دارید میبینید حتی اون ریتم اشعارشون پر از غمه، ولی خب با یه 6 و 8 قاطیش میکنن باش میرقصن. داره میگه من دارم میمیرم، اون داره میرقصه. اینجوری شده. داستان هامون رو نگاه کنیم، فیلم هامون رو نگاه کنیم، کلیپ های کوتاه کوتاه روی اینستاگرام، روی فیسبوک نگاه کنیم، بعد تازه میگیم واو چقدر 20 تا قلب میفرستیم. چرا؟ چون دلمون پره. و اون اشعار قدیم بود که اعلام میکرد سعدی بنی آدم اعضای یکدیگر است. بله؟ اما الان جدید عوضش کرده، مردممون عوض کردن چون روزگارشون عوض شده. کلام خداوند آمده تا مبادا از این بدتر بشه، بلکه مردم نجات پیدا کنن. آماده باشیم سال آیندهمون مانند امسال نباشه. شاعری اعلام میکنه، به عنوان طنز هست: بنی آدم ابزار یکدیگرند، گهی پیچ و مهره گهی باشرند، یکی تازیانه یکی نیش مار، یکی قفل زندان یکی چوب دار. فکر نکنم به توضیح احتیاج باشه. یکی دیگران را کند نردبان، یکی می کشد بار نامردمان، یکی اره شد نان مردم برد، یکی تیغ شد خون مردم خورد، یکی چون کلنگ و یکی همچو بیل، یکی ریش و پشم و یکی بی سیبیل، یکی چون قلم خون دل می خورد، یکی خنجر است و شکم می درد. خلاصه پر از نفرت و کین و اندوه و آز، نه رحم و نه مهر و نه لطف و نه ناز، همه پر کلک پر ریا حق باز، چه عضوی به در آورد روزگار. بقیه چیه؟ اما این گونه نیست. این شاعر به طنز به درستی گفته. چه عضوی به در آورد روزگار، دگر عضوها پا گذارند فرار. چه اتفاقی برای ما افتاده که اینگونه گرفتار شدیم؟ چاره چیست؟ هر کسی میتونه از خودش شروع کنه. هر کسی یه نگاهی بکنه به زندگی خودش، کجا اشتباه ایستادیم، زندگیمون رو تقدیس کنیم. همون گونه که برای شستن بدنمون در حمام زیر دوش مسلماً اولین کاری که میکنیم فارغ از این لباسهای کثیف میشیم. آیا با لباس کثیف میتونیم بریم زیر دوش؟ هر چقدر هم خودمون رو بشوریم، باز آلودگی اون لباس بر تن ما خواهد آمد.
پس اگر قرار هست در سال جدید برکت بگیریم، لازم داریم که فارغ بشیم از تمام اعمال و رفتاری که متاسفانه در سال گذشته به ما آسیب زده. پس باید از افکار، احساسات، سخنان و اعمال ناموفق نگاه کنیم کجا ایستاده بودیم. ناخوشایند به طور خاص از چشم خداوند، ناحکیمانه، نامهربانه، نانه پاک بشویم. یعنی با توجه به آنچرا که میدانیم آگاه هستیم، توبه حقیقی کنیم. توبه حقیقی با خودش ثمره میاره و خودمون رو تقدیس کنیم در مسیر تعهد، تعلیم، تلاش. هر سه این نیز لازم هست. قدم به روزهای جدیدی برداریم و یا سال جدیدی که میتونیم به فیض خداوند درش اون امنیت و اون آرامش رو داشته باشیم. پتروس رسول در اول پتروس 4:7-8 اشاره به مطلب خیلی خوبی میکنه برای این روزهای آخر، روزهایی که در زمان آخر هست. اعلام میکنه خردندیش باشید، در حضور خدا بریم، حکمت رو از خدا بگیریم، تحقیق کنیم، بهترین روش رو به دست بیاریم تا کمتر افسوس بخوریم و غر بزنیم و شکایت کنیم. خردندیش باشیم و برای دعا هوشیار. چقدر در حضور خدا میریم در دعا، چقدر اجازه میدیم که خدا با قلب ما سخن بگه برای یک تولد تازه، و اعلام میکنه و اول همه این هست که یکدیگر را به شدت محبت کنیم. در محبت بایستیم، مگر میخواییم در محبت بایستیم بیشتر باید به اون وقت بدیم تا بتونیم اون احترام رو نسبت به همدیگه داشته باشیم در این سال جدید. در کتاب امثال 10:6-12 بازم از شریف براتون میخونم، اعلام میکنه شخص نیکوکار برکت خواهد یافت، ولی سخنان شخص زورگو ظلم و شرارت را میپوشاند. خاطره مردم نیک موجب برکت خواهد بود. اگر اجازه بدم زبان من زبانی باشه که خدا به توسط اون سخن میگه، اون آرامش در اون هست، اون برکت نیز در اون باشه. مولوی نیز اعلام میکنه ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. میتونیم به زبانمون بگیم سال گذشته با این زبانمون چه کار کردیم. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، خب از گنجش استفاده کنیم. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. همیشه این زبان نیست. جدیداً تو این تکنولوژی که ما یافتیم در این سالها، زبانهای دیگه هم تولید شده که به راحتی ما از اون زبانها استفاده میکنیم، مانند فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و و، از اون زبانها استفاده میکنیم. لذا اون زبانها هم داده شده که به توسط اون زبانها باعث امید بشیم، به طور خاص ما فرزندان خدا باعث آرامش بشیم، باعث تشویق بشیم. اما متاسفانه ما میبینیم که حتی روی این فیسبوک ها، روی اینستاگرام، افراد به در میگن دیوار بشنوه. دیدید که من یه کشیش هستم، به من خیلی ها مراجعه میکنن و مشکلات زندگیشون رو میگن. بر فرض مثال شخصی زنگ میزنه میگه آره با خواهرم مهمونی بودیم، چون من لباسم شکل اون بود اینقدر از دستم ناراحت شده، برو ببین رو فیسبوک چقدر ضد من نوشته برادر رسول. آخه این کار درسته؟ این گونه شدیم متاسفانه. اگر احیانا ما با کسی مشکل داریم، مطابق کلام خداوند، مطابق مسیر درست انسانی، میباید به خود شخص بگیم. همون گونه که غیبت گناه و بد هست، همین گونه از این زبان ها استفاده کردن بس هست. مطلبی که می نویسیم اگر امید نده، اگر آرامش نده، اگر باعث تشویق نشه و تلخی ایجاد کنه، جنگ ایجاد کنه، این چه زبانی هست؟ اون زبانی هست که گنج نیست درش. پس هوشیار باشیم. قابل درک است تصاویری از
تولدی، مهمانی، عروسی، اینها هم شادی‌آور هست. اما حتی اگر این عکسا، این تصاویر بخواد ما رو با در جنگ با یک نفر دیگه قرار بده، بازم این همون زبان هست. پس باید هوشیار باشیم. اگر تا به امروز چنین کردیم، من اول به خودم دارم میگم، اگر تا به امروز این گونه انجام دادم، سال دیگه این گونه نباشم. مواظب باشم. فیسبوک من مال خداست، اینستاگرام من مال خداست، تلگرام من مال خداست. اگه فرزند خدا هستم، هر مطلبی که توش می نویسم و باعث تلخی و جنگ میشه، باید به خدا جواب بدم، همون گونه که برای سخن گفتنم باید به خدا جواب بدم که چگونه عمل کنم در این رابطه. سلیمان ادامه میده: اما مردم شریر خیلی زود فراموش میشوند، شخص عاقل به نصیحت دیگران گوش میدهد. سال دیگه بیشتر از مردم مشورت بگیریم، مردمی که دانا هستن، تخصص دارن. اما احمق پرگو تلف خواهد شد. مردم درستکار در امن و امان خواهند بود، ولی مردم نادرست رسوا خواهند شد. کسی که حقیقت را پنهان کند موجب بدبختی می شود، ولی کسی که آشکارا انتقاد کند و صلح را و آرامش را خواهد دریافت کرد. سخنان شخص نیک چشمه حیات است، اما سخنان زورگو ظلم و شرارت را پنهان می کند. کینه و نفرت موجب زحمت و دردسر می شود، اما محبت تقصیرات دیگران را نادیده خواهد گرفت. و اگر این گونه هست، چقدر خوب هست که در مسیر تمام فعلهامون برای سال آینده، از سخن، از تفکر، از احساسات تا اعمالمون شده، ما نیز سعی ولیم بکنیم که تقدیس شده از سال قبل باشه، مانند سال قبل اگر بدی کردیم انجام بدیم. به خودمونم نگاه کنیم، سعی کنیم خودمون رو عوض کنیم. اکثر موقع ما سعی میکنیم دیگران رو عوض کنیم. لحظه ای به خودمون نگاه کنیم، خودمون کجا ایستادیم. و متاسفانه گاهی اینقدر مغرور میشیم توی اشتباهاتمون که حتی اگر خلافمون نیست ثابت بشه، نمیخواییم متقاعد بشیم. باز اون اشتباهی که باعث یک فاجعه شده، اون گناهی که باعث یک فاجعه شده، اون رو نیز به نوعی دیگه میخواییم توجیه کنیم. جوانی که نامزد خودش رو، به اصطلاح زن خودش رو، به پیکنیک برده بود توی یک پارک جنگلی، هرچی میگرده جای مناسب پیدا نمیکنه. قسمتی از جاده رو میبینه سایه از سایه یک درختی افتاده و میره اونجا کنار میسته و پتوی رو اونجا میندازه و به نامزدش میگه بیا اینجا بشینیم. نامزدش بهش میگه آخه اینجا جای درستی نیست، این جاده است. میگه نه اینجا زیاد ماشین نمیاد، خطر نداره. میگه خیلی خطرناکه، دقیقا ببین زیر اون درخت. میگه نه اون درخت نه، اصلا سایه نداره، اینجا بهتر هستش. یه مدتی که میگذره یه ماشین با سرعت میاد رد بشه، تا متوجه میشه اینا وسط جاده هستن، هول میشه میاد خودشو کنترل کنه، دقیقاً میزنه به همون درخت. بعد این پسر روم میکنه به نامزدش، میگه دیدی گفتم اونجا جای خطرناکیه. متاسفانه اگر من در گناه و در اشتباه خودم آنقدر ریشه دوندم، چقدر سخت میتونم آزاد شم. قبل از اینکه به سال جدید برسیم، تشویقتون میکنم آزاد بشیم. کیف این زندگی که خدای ما داده باعث تلخی خودمون و باز دیگران بشیم اگر در سال قبل شدیم. بازم میگم، اول به خودم میگم. شاید اعلام میکنه زندگی سخت نیست، غم سختش میکند. دلها تنگ نیست، انتظار تنگش میکند. عشق قشنگ است، دروغ زشتش میکند. دل هیچ کس سنگ نیست، روزگار سنگش میکند. امروز برای ما مسیحی ها شاید خیلی از گناهایی که در گذشته انجام میدادیم، امروز به فیض خداوند میتونیم اعلام کنیم اون گناه ها رو نمی کنیم، معتاد نیستیم دیگه. بر فرض مثال دروغ میگفتیم، میگه دروغ نمیگیم، غیبت نمی کنیم. اما آیا میدونید اگر میترسید ترس تو گناهه؟ اگر من ناامید هستم، ناامیدی من گناه هستش؟ اگر احساس حقارت دارم و
من نگران هستم، این نیز گناه هست برای من. اگر پریشان هستم، پریشانی من گناه هستش. و حتی اگر سکوت من در برابر ظالمین مانند نظام اسلامی به خاطر ترس باشه، بازم گناه هستش و این اشتباه هستش. پس خویشتن رو باید از تمام آنچه که در این سال اسیرمون کرده، مثل ترس و ناامیدی، مثل نگرانی، خودمون رو آزاد کنیم. چگونه؟ فرمولش خیلی ساده است، قبلا هم دربارش صحبت کردیم. اشعیا 1:8، اعمال رسولان 1:8، از کلام خداوند تغذیه بشیم، قوت بگیریم، همون گونه که قوم اسرائیل شدن، تموم شد، امروز مال من و توه دیگه. و از اعمال رسولان 1:8 که میگه از روح القدس پرشید، قوت رو بگیرید، هم حکمت رو به ما عطا میکنه و هم قوت رو نیز به ما خواهد داد تا بتونیم در جایگاه درستی نیز قرار بگیریم. و این فرمول ساده همون فرمولی هستش که در کتاب حبقوق 2:3 اعلام میکنه. رویای خودت رو بنویس. بنویس برنامه چیه برای سال آینده. شروع کن نوشتن روی پاورق. از خودت شروع کن. چه چیزهایی در تو هست که باید عوض بشه؟ بنویس که میخوام اینها عوض بشه. توی زندگیت میخوای چه کار کنی؟ میخوای ازدواج کنی؟ بیزینس جدید بزنی؟ مهاجرت کنی؟ و هر کار دیگه ای، اونها را بنویس. بذار جلو چشمات باشه. وقتی کتاب مقدس رو باز میکنی بخونی، اول به اونها نگاه کن. دعا کن و با ایمان بپذیر. با ایمان قبول کن که خواهد شد. از جلوی چشمات بر ندار. همون گونه که حبقوق، خداوند به حبقوق میگه. میگه رویای خودت را بنویس، طوری که دونده داره میدوه، اما بتونه اون رو بخونه. به دیگران بگو. در این رابطه با دیگران صحبت کن. در کتاب یوشع 1:7-8 اعلام میکنه فقط قوی برای سال آینده است. هر کسی به خودش بگه فقط قوی و بسیار دلیل باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده، یعنی گفته، متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما، یعنی هوشیار باشیم، توجیه نکنیم، شکل این دنیا نشویم، تا هر جایی که روی کامیاب شویم. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت. فیروز یعنی تمام پیروزی های روی زمین، تمام موفقیت هایی که روی زمین هستش خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. کامیابی یعنی رستگاری، یعنی روی این زمین. قبلا درسش رو دادیم در اطور دروس رویاها. برنده میشیم، موفق میشیم، پیروز میشیم، فیروز میشیم و بعد رستگار میشیم که همون کامیابی هستش. خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ آیا به تو نگفتم؟ پس قوی و دلیر باش. پس ترس برای ما گناهه، نگرانی برای ما گناهه. دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با تو هستش. آمین. این رو برای سال آیندمون داشته باشی. و باز میگم طلاق و باطلاق های دام های توجیهات رو با خودمون نیاریم به سال آینده. خواهش میکنم. گاهی ما متاسفانه با این توجیهات فقط داریم زندگی میکنیم. برای سال آیندم باز توجیه خواهیم کرد. شخصی به عنوان اینکه دزدی کرده بود، یه جفت کفش دزدیده بود، میبرنش پیش قاضی. قاضی رو میکنه به این شخص، میگه ببینم تو همین پارسال نبود که یه جفت کفش دزدیدی و بازم به خاطر دزدی تو رو آوردن اینجا؟ میگه بله قربان. میگه بازم دزدی کردی؟ بازم کفش دزدیدی؟ میگه آقای قاضی خودتون قضاوت کنید، مگه یه جفت کفش چقدر کار میکنه؟ ما توجیهاتی رو میتونیم داشته باشیم توی امور زندگیمون، اما هرگز به داد ما نخواهد رسید، بلکه فقط باید اجازه بدیم قوت خداوند، همون گونه که روح القدس نیز در ما عمل میکنه، اجازه عمل رو به ما داده، ما این اجازه رو به اون نیز بدیم. ما
مطابق آنچه در نامه فیلیپیان 4:13 میخونیم، میتونیم این رو بعد از من اعلام کنیم. قوت هر چیز را دارم. به به، خدا روش، یه دست برای خودتون بزنید که حفظید. برابو. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. اون منو تقویت میبخشه. مشروطه برای اینکه تصمیم رو گرفتم، تعلیم رو گرفتم، تعهدم رو میدم، پس تلاش کنم، چون اون میخواد من رو تقویت کنه و در این مسیر نیز یاری میکنه. این ایمان رو داریم، این امید رو داریم، این دلیری رو با در خودمون میبینیم، پس از خداوند درخواست کنیم. به اندازه یه دقیقه لطفا سرهای خودمون رو خم کنیم. باز دوباره اندیشه کن. امروز چند بار این پیام به تو رسید؟ در ابتدا من، بعد شادی جان باهات صحبت کرد، الان کلام خدا داره باهات صحبت میکنه. خواهش میکنم، بی خودی اینجا نیستی، بی خودی تو هموطن عزیزم چه روی اینستاگرام و روی فیسبوک با ما نیستی، زندگی تو تقدیس کن، از روح القدس این قوت رو بگیر تا سال جدیدت سالی باشه پر از برکت، قوت و شادی و بیشتر از هر چیزی خوشنودی خدا در زندگی تو در سال آینده باشه. بریم با همدیگه نامه عبرانیان 13:5-8 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور دارن؟ اونهایی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا. لطف کن عزیزان، مسئول بروشورها. نامه عبرانیان 13:5-8. صدا نمیاد، ببخشید، میکروفون خاموشه. میکروفون رو لطفاً. سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم. آمین. و تو را ترک نخواهم نمود. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم خداوند مدد کننده من است. آمین. و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه میکند؟ مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان می کردند به خاطر دارید. آمین. و انجام سیرت ایشان را ملاحظه کرده به ایمان ایشان اقتدا نمایید. عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. آمین. 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 شاعری اعلام می کنه نگرانی بی جاست، عشق اینجا و خدا هم اینجاست. لحظه ها را دریاب، زندگی در فردا نه، زندگی در فردا نه، همین امروز است. مسیح هم نیز اعلام کرد اندیشه های فردا رو برای فردا بگذارید و آنچه که لازمه زندگی سالم هست رو ادامه بدیم تا با افکار نیک بتونیم وارد سال جدید بشیم، نه با اندیشه ای که در گذشته ما رو به اسارت برده. باز مولوی اعلام میکنه هر اندیشه که میپوشی در سال گذشته الان در فکرش هستی، مورد تایید خدا نیست. هر اندیشه که میپوشی درون خلوت سینه، بازم دارم میگم سال گذشته، نشان رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما. هر فکری که امسال داری برای سال آینده عمل خواهد کرد. پس چقدر نیکوست که اندیشه خوب داشته باشیم. آمین. بریم با هم دیگه نامه اول پتروس 3:8-22 رو هم نیز داشته باشیم، ببینیم تا چه مقداری البته میتونیم وقت داشته باشیم. بشنویم. خلاصه همه شما یک رأی و همدرد و برادر دوست و مشفق و فروتن باشید. در کلیسا، در خونه، در محل کارت، در جامعه ایرانی. با ایرانی ها کار نمی کنم. نه نه نه، این از ماست. من نمیتونم با کلیسا ایرانی ها برم. نه نه، خداوند کلیسا ایرانی ها رو قرار داده تا ایرانی ها اونجا نجات پیدا کنن. بله، آمریکایی ها متوجه ما نمیشن، با یه سلام و خداحافظ تمومه. ما ایرانی ها متوجه میشن، ایرادا رو متوجه میشن. کشیش میگه دوستت داره که میگه. این فضولی نیست عزیزان، این تعلیم کلیسای پرستان مسیحه، این تعلیم کلام خداست. نمیتونیم به هم بیتوجه باشیم. مثل این هستش که بگن کشور ما الان تحت ظلم و ستم آخوندها هست توی ایران، کشیش دستور چه کار به این کارا داری؟ نمیتونم کار نداشته باشم.
چرا که اون محبتی که خدا در دل من به هر ایمانداری قرار میده غیرت ما رو نسبت به هم دیگه بیشتر از گذشته خواهد کرد. از این رو میستیم و در نام عیسی مسیح سرنگونی نظام اسلامی رو خواهیم خواست با قدرت و ایمان دارم که خواهیم گرفت. بله؟ و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. زیرا هر که می خواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد. از بدی اعراض نمایید و نیکویی را به جا آورد، سلامتی را به طلبد و آن را تعاقب نماید. از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است. تمام شرایط آماده است. کلام خداوند ما داده شده تا حکیم بشیم. روح خدا ما داده شده تا قوت رو بگیریم برای زندگی سالم. سپاسگزارم. دست بزنیم برای کلام خدا. لطفاً برید خودتون بخونید چون فرصتی نداریم. پس ما بهانه‌ای نداریم عزیزان. اندیشمندی اعلام میکنیم عمر کوتاه نیست، ما کوتاهی میکنیم. اگر اندیشه درست داشته باشیم برای زندگی هامون، برای همدیگه، مطمئن هستیم که بهترین جایگاه هستیم. مشکلات و سختی ها میاد، اتفاقایی میافته توی زندگی ما. خواهش میکنم قبل از اینکه نتیجه گیری کنیم، قبل از اینکه فریاد بزنیم، اعتراض بکنیم، روی فیسبوک یه چیزی بنویسی، روی اینستاگرام یه چیزی بنویسی، تندخویی بکنی، برو در حضور خدا آرامشو بگیر. از کجا میدونی که تمام مطالب و تمام موضوعاتی که توی زندگیت پیش اومده حتی به نفع تو هست؟ مگر غیر از این هست که کلام خدا در نامه رومیان 8:28 میگه مشکلات و سختی ها برای آنانی که خدا رو دوست دارن و اراده خدا رو میخوان به خیریت تبدیل میشه. اگر اعتماد به این کلام داریم، توی سختی ها، توی مشکلات صبور باش، آروم باش. پادشاهی برای اینکه بتونه در بین چهار وزیر یکیشون رو توی رأس قرار بده، به اصطلاح نخست وزیر بشه، تصمیم میگیره این چهار نفر رو ببره توی زندان. به چهرهاشون نگاه میکنه، همه چهار نفر نگران. وقتی میرن زندان میگه یکی از شماها قرار هست که نخست وزیر بشید. اونها رو توی حبس میکنه. حالا همه نگران، حقم داشتن. حبس طوری بوده که زندان ها به صورت میله آهنی بوده، همدیگر رو میدیدن و وقتی میرن تو، یکی یه قفل از تو میزنه توی زندان ها و به اونها میگه این قفل ها رمزیه، هر کدوم شما زودتر توانستید این در رو باز کنید و بیایید بیرون، شما وزیر هستید. چهار نفر وقتی که میرن، ستای ابتدا شروع میکنن جستجو کردن، زدن. اون میگفته تاریخ تولد شاه هست، من تاریخ زن تولد زنش هست و همینطور شروع داشتم. یکی از اینها خیلی آروم میره اون تمیش، ریلکس بود. اونا هم تعجب میکردن که اون نشسته، ولی براشون مهم نبوده چون هر کدوم به فکر این بودن که بتونن وزیر بشن. و اون یکی هم که نشسته بوده بلند میشه آروم و دست میزنه به قفل، بازش میکنه و میاد بیرون. همه تعجب میکنن. پادشاه هم که اونجا نشسته بودم میشه میگه ببینم تو چی شد که یه دفعه این قفل رو باز کردی. میگه راستش وقتی نشستم اونجا فقط تمرکز کردم، اولین چیزی که به ذهنم اومد آیا این قفل، قفل این بسته است این در یا نه. اومدم دیدم اصلا در بازه، این قفل باز بوده و اومدم بیرون. و بعد اونها هم دست میزنم اون قفلای اونها هم باز بوده. عزیزان زود به نتیجه نرسیم، زود شمشیرمون رو بر نداریم، حتی برای خودت هم بر نداری، نسبت به خودت هم ناامید نشو، چون خداوند میخواد تو رو برکت بده. سال آینده سالی باشه که با حکمت عمل کنیم، در حضور خدا عمل کنیم، از اون ارادهش رو نیز بخواهیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو نیز داشته باشیم، نامه کلوسیان 3:8-10. لکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم، غیظ، بدخویی، بدگویی و فحش را از زبان خود. یعنی تو امسال ترک کنی، تو دیگه سال دیگه نگید میخوام ترکش کنم، همین امسال همین جا تو همین وقت ترکش کنید. بله؟ به یکدیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید
و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود. آمین آمین آمین. شاهنیز اعلام میکنم زندگی دفتری از خاطره هاست، یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد، غیر از اینه؟ چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد، آنچه باقیست فقط خوبی هاست. پس برای این خوبی ها نیز بمونیم و زندگی. آمین. لطفا بازم سرهای خودمون رو خم کنیم. از خادمی خواهش من برای جمع‌آوری هدایا با من باشن، ولی میخوام باز برای این کلام خدا دعا کنم. به آنچه که شنیدیم، خداوند با ما امری سخن نمیگه، بهترین پیشنهاد رو داده، ابزارش هم داده، کلام خودش رو داده که درش قدرته، و روح القدس رو داده که روح خودش هست که درون نیز قوت و قدرت هستش. پس قبل از این که وارد سال جدید شی، یک بار دیگه زندگی تو تقدیس کن، فکر تو تقدیس کن، اونجاهایی که میبینی بیهوده سخت استادی رو اون رو تقدیس کن و اجازه بده که با آزادی، با آرامش، با عشق و محبت به توسط روح القدس و قوت او و یک برنامه درست وارد سال جدید بشیم. پدر عزیزم، خواهش من مطابق فیضت عزیزان رو برکت بده نسبت به آنچه که دارن دعا میکنن، تقدیس زندگیشون ای خداوند، ادامه حیاتشون در این سال جدید آنان رو مبارک بخوان.